افغانستان در مرحله تصمیم گیری های بزرگ و ملی، امریکا متحد راهبردی افغانستان حضور 19 ساله اش را در افغانستان مسخره می داند و می خواهد که بساط حضورش را در اینجا برچیند. گفتگوهای صلح با طالبان وارد مرحله سرنوشت سازی شده است و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز نزدیکتر می شود. با این همه کشورمان هنوز هم فاقد یک بسیج همگانی درونی است و رهبران سیاسی در درون و بیرون از حکومت سازهای ناهماهنگ می نوازند. چند پرسش: افغانستان به کدام سو می رود؟ آیا صلح با طالبان آرزوی دیرینه مردمان این سرزمین را برآورده خواهد ساخت؟ آیا اصلا گفتگوهای صلح به پیروزی خواهند انجامید؟ منطقه و جهان تا چی اندازه آماده پذیرش صلح در افغانستان هستند؟ و در سایه این صلح ناروشن سرنوشت انتخابات چه خواهد شد؟ این همه و بیشتر از این را با شهیدا محمد عبدالی، سفیر پیشین افغانستان در هند و نامزد انتخابات ریاست جمهوری به بحث میگیریم. به نام خدا و شب شما بخیر. من کریم امینی هستم. آقای عبدالی، بسیار زیاد خوش آمدید. سلامت باشم. باید بگویم که ما دوستانی هم را در اینجا داریم که لطف کردن و در استودیو از نزدیک برنامه را دنبال میکنن و پرسش های مرتبط به بحث هم از آقای عبدالی خواهند داشت. آقای سفیر، بگذارید که از صلح آغاز بکنیم. آیا کاروان صلح در مسیر درست در حرکت است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو او تالار گدنوالو در افغانستان خلقو تا. صلح در افغانستان در خلق ارزو ده. ای کاش در ارزو په هغو سیاسیونو کې هم وای چې نن د مملکت سرنوشت په لاس کې دی او رهبري کوي، په دې هیله چې د افغانستان د خلکو ارزوګانې د مشرانو په سیاست کې تمثیل شي، په حقیقي توګه تمثیل شي. زه خو شک وینم و تا فعلا هم نشده، چون این تمثیلی که شما میخواین معلوم میشه که سیاسیون افغانستان بعضی ها، همیشه نمیگم، یک طرف صلح به حیث یک وسیله برای قدرت طلبی استفاده میکنه، دیگر طرف انتخابات به طور یک وسیله قدرت استفاده میکنه. لیاز این دو پروسه با هم تقابل داره. به همین دلیل هیچ کدام پروسه که امروز به دست داریم، خصوصا پروسه های ملی، پروسه صلح و انتخابات، اردویشان در حالت قرار داره که هیچ کدامشان پیش نمیره، به خاطر که تصمیم و اراده قاطع در بین سیاسیونی که در رهبری و قرار داره ندارن. کی از رهبرایی که دارن استفاده ابزاری میکنن از سال آقای عبدالی، مردم روشنتر بدانن که کیها براستی در برابر سال استاد هستن و کیها دارن سود میبرند از سال به حیث یک پروژه؟ شما دیدین از 8 ماه به طرف یا 6 ماه به طرف که پروسه صلح پیش آمده و در پالویش آمادگی بر انتخابات شده، طرفین معلوم است در افغانستان در وجود حکومت زیادتر تلاش به این است که صلح به عقب بره، و در بیرون نظام کسایی هستند که کوشش دارن که انتخابات به حیث یک وسیله برای قدرت خود استفاده کنه و به قدرت خود برسانه. لذا این دو گروهی که در افغانستان است امروز هر دو پروسه را خدشه‌دار ساخته و قربانیش مردم عام افغانستان. بسیار خوب. و در گروه دوم شما هم باید باشین به حیث یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری، چون نامزدا وارد میدان شدن و دارن میرن به طرف انتخابات. خودم شخصا جزء هیچ گروه نمیدانم، ولی یک نامزد، بلکه یک سیاست مستقل که با اساس منافع ملی افغانستان پیش خود گرفتیم. ارزوی ما کامیابی اردو پروسه است. طبعا امروز ارزوی مردم افغانستان صلح است و خدا کنه که پروسه صلح پیش بره، بجای برسه که ما بتونیم انتخابات در فضای آرام، در فضای امن در افغانستان داشته باشیم. آقای سفیر، 10 ماه یا کمتر از 10 ماه میگذره از تلاش های سال و نشست های زیادی هم ما داشتیم، دو تا در مسکو، بعد اسلام آباد، بعدم دوحه. آیا چند قدم نزدیکتر شدیم به سال؟ متاسفانه ما پیشرفت او شکلی که مردم افغانستان آرزوش داره، ما او پیشرفت نمیبینم. و ما میایم به این قضیه که اصلا در داخل افغانستان چی صورت گرفت که پروسه وطنی ملی خود از دست دادیم.
8 ماه پیش 6 ماه پیش وقتی پروسه افغانی شروع شده متاسفانه سیاسیون افغانستان در بینشان سر پروسه صلح درگیر شدند و بالاخره منجر به این شده که امروز پروسه ملی خود از دست دادیم و به خارج ها رفته یعنی جلوی روند صلح دیگر در افغانستان نیست متاسفانه به نام افغان ها یاد میشه اما ما هیچ کس نمیبینم که وضاحت کامل داده بیتانه که پروسه صلح در کدام مرحله قرار داره ما از مطبوعات میشنویم حتی حکومت نمیتونه که توضیحات بده لذا ما فکر میکنم که پروسه واقعی ملی افغانستان که در اونجا افغانا در رهبریش باشه ما نداریم بسیار خوب گفته های رئیس جمهور امریکا گفته های اخیرش که جنجالی هم شده بوی صلح میداد یا بوی جنگ یا هم به باور رئیس جمهور پیشین یک توهین و اهانت به مردم افغانستان بود متاسفانه توهین ما بود توهین به یک ملتی که 5000 سال تاریخ داره و ما فکر میکنم که آقای ترامپ تاریخ افغانستان نخونده اگر میخواند این رقم ازارت نمیداشت ولی چرا باید توهین شوه افغانستان آقای عبدالی با گذشت 19 سال و با امضای چندین پیمان راهبردی با امریکا کی واقعا نمی زمینه را برابر ساخته یا همی دریچه را باز گذاشته که باید هر روز یا هر ماه توهین شوه افغانستان ابعاد مختلف داره بدون شک که خارجا از خود منفی دارن اما ما باز میایم به بود داخلی افغانستان و این توهینی که به افغانا شده بعد منجر به این شوه که افغانا با هم یک شون امروز افغانا بنی خود یک نیستن تقسیم هستن امروز بقای افغانستان مطرح است ای که توهین به این شکل میشه باید کلانه افغانستان بدانن اگر با هم جور نبین از این که توهینش زیادتر در انتظارش باشه بسیار خب قسمی که من در آغاز گفتم تا فعلا ما یک پراگندگی بسیار کلان داریم در درون و گروه های یا صفوندی های مختلفی هست شما بیشتر به بود داخلی مشکل صلح افغانستان اشاره دارین تا بود خارجی اگر در درون صلح افغانستان سه تا دشمن داشته باشه یکی از دشمن های صلح بزرگترین دشمن صلح کی است؟ پیشتر اشاره کردم که وقتی یک سیاست سالم نداشته باشیم وقتی حکومت خود ما در صلح نباشه کسایی که در راس قدرت می باشن که 5 سال گذشت اینا در بین خود صلح نکردن و هی تاثیر گذار سر اذهان مردم افغانستان سر نظام باقی افغانستان لحاظ در اینجا ما خود فکر می کنم که ما این زمین سازی پراگندگی که امروز در مورد صلح داریم ما در داخل افغانستان زمین سازی کردیم لحاظا ما اولین توقعی از حکومت دارم حکومت امروز رهبری به اصطلاح که اونا میگن رهبری افغانا را میکنن مسئولیت کلانتر دارن باید یک اجماع ملی را به وجود می آورد اما متاسفانه امروز یک تقابل وجود داره که پروسه های صلح ما صدمه دیده پروسه انتخابات ما که یاد میشه که آمادگی داره ما به نظر ما این آمادگی که امروز است نمیتونه که یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم بعدتر در مورد انتخابات میپردازیم یعنی شما دارین میگین که دو تا کاخ حکومت با هم در 5 سال گذشته درگیر بودن و اینا هنوز میان خودشان صلح ندارن ولی آقای عبدالی صدا از یک دست بلند نمیشه آیا سیاسیون افغانستان رهبرای سیاسی افغانستان مسئولیتی که دارن در برابر ملت افغانستان ادا کردن که بیاین با حکومت کنار بیاین یک دست و یک صدا بعد برن به طرف آینده بدون شک وقتی در شروع گفتم که ما جز هیچ گروه نیستم و ملامتی کامل سر حکومت نمیگذارم بله. در اینجا کسای حلقه های هستن که در سقوط نظام چوکی خود میپالن نه تنها که حکومت بلکه در سقوط نظام چوکی خود میپالن به همین دلیل خودم یک سیاست مستقل دارم ما جز هیچ کدومش نیستم لحاظ ملامتی سر کسایی که در داخل نظام هستن حکومت هستن کسایی که در بیرون هستن هر دویشان کوشش دارن که پروسه های ملی افغانستان قربانی اهداف شخصی بسازه در نتیجه مردم افغانستان قربانی میده شما دارین میگین که نظام افغانستان دشمنای در کمین نشسته دارن که هر آن منتظر یک فرصت هستن برای براندازی نظام و این بسیار خطرناک هم است باید متوجه باشه کلگی آقای عبدالی باورهای بسیاری بایست که طالبا با وجودی که علاقمندی ظاهری بسیار نشان دادن در نشستهای بین الافغانی هرچند رسمی نه ظاهر شدن با زنای افغانستان نشستن با جوانای افغانستان ولی
در زیر پوست یک علاقمندی صادقانه برای تامین صلح ندارن. باور شما چیست؟ متاسفانه جلسه آخری که در قطر صورت گرفته یک اعلامیه در نتیجه بیرون شده، در اونجا ذکر شده بود که حملات سر مکتبا سر جای ملکی صورت نمیگیره بعد از این، اما در نتیجه ما میگیریم که جنگ شدیدتر شد. این به معنی است که رهبری جنگ اونا نمیکنن، اگر اونا میکردن خوب عملی میکردن. و ای که کشورهای همسایه خصوصا پاکستان میگه که ما اینا رو به میز میارم، که ظاهرا در یک دو تا نشست برده اینا رو با هواپیماهایشان به میز گفتگو. به همین دلیل میگم که اگر طالب مستقل باشه صدای خود بلند کنه. عمران خان و صدر اعظم پاکستان دیروز گفته که به امریکا وعده داده که اونا به میز طالبان رو میارن. این به معنی است که طالب ها زیر چتر پاکستان هنوز عمل میکنن. اینا باید اگر افغان باشه مستقل باشه امروز استقلالیت خود نشان بده و بگه که نه ما خود ما میایم به افغان میشنم. در این یک وضعیت پیچیده آیا باید با طالب صلح کرد یا نیاز است که نخست با پاکستان که شما میگین حامی طالب است صلح کرد؟ طبعا طالب ابزار است، امکان داره که بعضی کسای در داخل باشن که نمیخوان که ابزار شوه، اما در عقب این ظلم جنگ طبعا پاکستان است و واضح به پاکستان نشان بده که این صادقانه با محصول میکنه یا باج میگیره. این سفر اخیر صدر اعظم پاکستان با امریکا یک باج گرفتن است سر طالب، معامله میکنه با امریکا و خدا کنه امریکا بازی نخوره. افغانا مستقل هستن، هیچ وقت اجازه نمیده که یک کشور دیگه سرنوشت برشان تعیین کنه. آقای اسپنتا مشاور پیشین رئیس جمهور پیشین امروز گفت که صلح پذیرفتنی است، ولی صلحی که بعد ابزارها یا مهرهای پاکستانی حاکمیت داشته باشند در افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود، که به احتمال زیاد اشارهشان به طالب است. تصویر صلح پس از توافق صلح با طالب ها شما چیگونه میبینین که اگر ما برسیم به اونجا؟ در عمل بعد ببینیم. بدون شک صلحی که یک توطئه باشه یا صلحی که در واقعیت برای مردم افغانستان صلح بیاره فرق میکنه، تفکیک بچه ها بدون شک. لحاظ بعد ما صلح داشته باشیم در افغانستان که منجر به یک جنگ دیگه ای نشوه. صلح موقتی رو نمیخوایم، صلح نمیخوایم که در بدل یک معامله شده باشه. لحاظ بعد در مورد صلح ضمانت های بین المللی باشه که ما این صلح که صحبت میشه این صلح طوری نمیداشته باشیم که در افغانستان یک بحران دیگه ببینیم. امروز ما شک دارم، بله، و ما وضاحت کلی را خودم شخصا ندارم که این صلح با کی میشه، در عقب صلح کی است و فایدهش به کی میرسه. بسیار خوب، پس پرسش های بسیار زیادی نزد مردم افغانستان هم هست. آقای عبدالی کی باید پاسخ بگویه براستی؟ حکومت شما میگین البته که آگاه نیست از جزئیات گفتگوهای سال، شما به حیث نامزدهای انتخابات آگاه نیستین، چی داره پشت پرده پیش میره؟ خب باید دقیق باشیم، فکر میکنم کافی تجربه ما داریم. این سیاست شعاری و احساساتی را باید توقف بدیم. شما میبینید که بعضی کلانها افغانای ما به کشورهای بیرون میرن به نام صلح، بدون از اینکه حقیقت داشته باشن که واقعا این صلح مین شعار میتن. که اشاره شما به نشستهای پسین است در مسکو و دوحه. بالکل، ما میگیم که این کنفرانس ها باید مشروط به یک نتیجه باشه. پیش از اینکه کنفرانس دهش باید اجندهش معلوم باشه و نتیجهش پیش بینی باشه. به این رقم به کنفرانس ها رفتن غیر از که خود ضعیف بسازیم، مشروعیت به طرف مقابل زیادتر بیتیم، هیچ معنی نداره و تبحال این منتجه داره. آنچه که باید از دو سه چهار تا نشست سال بیرون می آمد که از دید شما نیامده چی می بود آقای عبدالی؟ ما باید این رقم صلح که به دست ما نمی بود باید شروع نمی کردیم از روز اول، و آن اگر به دست ما نباشه افغان هایی که ابزار شده در این کنفرانس ها باید امروز نشان خود بده و بگه و وضاحت بده به مردم افغانستان که در کجای صلح کدام پروسه اینا کاملا آگاهی کاملا داره و معلومات کافی داره در مورد.
اگر نه باید به پروسه ها و کنفرانس ها بدون از اینکه نتیجهش معلوم باشه باید اشتراک نکنه و واضحا باید در پروسه که او خودشان افغانستان نویش به دست داشته باشه در پروسه اشتراک بکنه. پس به گفته شما سیاسیون افغانستان به شمول رئیس جمهوری پیشین یک ابزار قرار گرفتن با رفتن به مسکو، اسلام آباد و برخشان به دوحه. نتیجه پروسه هایی که تا به امروز ما دیدیم نتیجهش این بوده که ما در این پروسه چیزی که میخواستیم به دست بیاریم نآوردیم. ممنون آقای عبدالی. و چند تا پرسش میگیریم، دو سه تا پرسش از دوستایی که اینجا حضور دارن. اگر کسایی پرسش داشته باشن کوتاه و مرتبط به گفتگوهای سال به انتخابات بهتر میپردازیم. هست پرسش دوستا؟ جاوید حکیمی هستم از پوهنتون کاردان. عبدالی صاحب شما گفتین ما مستقلانه عمل میکنم، نه به این سمت میرم اوزه، ولی همچنان شما گفتین که ما ضرورت به یک اجماع داخلی داریم. شما به عنوان یک کاندید ریاست جمهوری چی پلان دارین و تا بال چی کردین که این مردم به اجماع برسونیم تا که ما به صلح برسیم؟ به خاطر که ما نمیتونیم بگیم که ما ممنون. مستقلانه حرکت میکنیم ولی تا بال هیچ حرکت نکده باشیم که با مردم به اجماع برسونیم. شما به عنوان یک کاندید کدام آفیس سپاسگزار عمل انجام دادید؟ تشکر. و یک پرسش دیگه بفرمایید شما. سلام علیکم آقای عبدالی. پرسش شما از آقای عبدالی است، چرا گفتگوهای سال برای مردم افغانستان و ملت افغانستان نتیجه مطلوب نمیدهد و میکانیزم های راه حل چی است؟ آیا میکانیزم راه حل داخلی دارد یا منطقی دارد؟ چرا کدام میکنم چرا کنم نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان نمیدهد؟ نتیجه نداشته و نداده تا فعلا. ممنون. ممنون. و بفرمایید شما. مایک در اختیار برادر قرار بدین اگر نزدیک باشه مایک. عرض سلام دارم خدمت عبدالی صاحب بزار. ما مشخص یک سوال دارم خدمت عبدالی صاحب. عبدالی صاحب به مسابقه یک دیپلمات کارکشته، دیدتان، نظرتان در قبال دیپلماسی آقای ترامپ، ببخشید، در قبال دیپلماسی آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در قبال صلح افغانستان چی است؟ یعنی چی گونه دیپلماسی را اینا پیش میبرن؟ آیا موفق هستن یا خیر؟ نوربخش بفرمایید. تشکر دوست. جناب عبدالی صاحب سلام خدمت هم دوستای عزیز که در اینجا قرار دارن. من میخواستم از عبدالی صاحب بپرسم که در این آشفته بازار سیاست چرا ابهامات وجود دارد و چرا سیاسون ما اینقدر به پختگی سیاسی نرسیدن تا مو هدفهایی را که مردم افغانستان دارن اینا واضح تر و خوبتر بیان بکنن؟ در صحبت های شما هنوز هم دیده میشه که ابهامات وجود داره. ما هنوز نمیتونیم که آن چیزی را که مردم افغانستان است به دست بیاریم و بریم اگر به دور هشتم مذاکرات دوحه که آقای خلیلزاد دوباره به اینجا آمدن و ما قرار است هر روز شاهد دورهای بعدی باشیم، آیا این پختگی سیاسی در وجود نخبگان سیاسی ما وجود داره یا خیر، یا این که مردم افغانستان هر روز شاهد موضوعات باشند که زندگیشان به صورت درستتر پیش نمیره؟ ممنون از شما. پاسخهای چهار تا پرسش میگیریم، پرسش‌های دیگری هم داریم دوستا. بعدتر نوبت شما خواهد رسید. سفیر صاحب میشه شما؟ خب از سوال اول شروع میکنم که وقتی گفتم مستقل به معنی از این است که من تنها هستم. در اینجا مردم، اکثریت مردم افغانستان سیاست میخواه که مستقل از این دو گروهی که گفتم، همش نه، یک گروه، دو گروه وجود داره که این دو پروسه را به یک ابزار برای خود استفاده میکنه و قربانیش مردم عام افغانستان، شاید اکثر 90% مردم افغانستان قربانی این دو سیاست میتیم امروز. لحاظ هدف می بود که ما با مردم هستم، نه به این گروه هایی که هدفشون چوکی باشه. خودم شخصا در 18 سال حکومت هیچ وقت چوکی نخواستم، ولی چوکی با ما داده شده و چوکی آخرم از دست دادم که بین دبین مردم باشم، نه که چوکی را از دست بتم، تلاش برای چوکی به سیاست داخل سیاست شوم که چوکی را به دست بیارم. لحاظ ما با مردم عام هستم و مردمی که قربانی این دو گروه هستن امروز. دو مکانیزم پروسه صلح طبعا دو بود داره و ما زیادتر تمرکز سر بود داخلی به خاطر از میکنم که بستر است، خاک ماست، مسئولیت ما زیادتر در قبال مملکت خود تا که از بیرون توقع داشته باشیم که همسایه و جنبه جهانی و یا کشورهای منطقه با ما صلح بیاره. لحاظا ما میگم
که بستر اصلی صلح در افغانستان اجماع داخلی و اراده واقعی سیاسون افغانستان که با افغانستان صلح میهرن. امروز سوال سیوم به رفت داره. سوال شده که آیا سیاسون ما به پختگی نرسیم؟ یکم پختگی رسیده. اهدافش نیمی است. فکرش نیمی است. ما یک نسل در میهرن 20 سال داریم شاید بیشتر از او که در بحران قدرت تلاش میکنه که به دست بیاره. در بحران نه در ثبات و نه در آبادی نه در صلح افغانستان و اونا در او بحران رشد کرده. امروز فکرشان اینطور منفی است که همیشه با در بحران خود در چوکی باقی نگاه بکنه. لحاظا این باید تغییر بکنه. در افغانستان ما اکثریت مردم افغانستان خوشبختانه امروز در مجلس که میبینم همش تقریبا جوان هستن. این نسل است که این رقم سیاست نخواد کرد. پایان یافت. ممنون آقای سفیر. بیاین اندکی به اجماع منطقه‌ای هم بپردازیم. باورها به ایست که بدون یک اجماع کامل منطقه‌ای تامین صلح در افغانستان ممکن نخواهد بود. یعنی اگر ما در درون هم تمام زمینه‌ها برابر باشه برای رسیدن به صلح، باید در منطقه و جهان هم اجماع داشته باشیم. آیا رسیدیم به یک اجماع منطقه‌ای کامل؟ نه. کلچی داخلی اجماع په افغانستان کې راولو نو به منطقه اجماع به ولرو. په داخل کې موږ ملي اجماع نه لرو اوس، او هغه منطقوي اجماع داخلي اجماع پرې اړه لري. اوس په داخل کې دغه ګروهی چې ما مخکې تعریف کړلې، دوی هم په منطقه کې داسې سیاست چلوي چې هیوادونه سره جلا کوي. ځینې هیوادو ته ورځي، هغو ته یو نوی ذهنیت ورکوي. ځینې نور هیوادو په منطقه کې بل نوی ذهنیت ورکوي. لهذا د دوی په منځ کې هم نفاق اچولی دی. طبعا خارجي هیوادونه افغانانو ته ګوري. کله چې افغانان خپل منځ کې جلایي، د دوی لارې به هم جلایي په افغانستان کې. ولې دوی په افغانستان کې د پخوا څخه دا عناصر ساتلي دي. نو بهتره دا ده چې د منطقوي اجماع لپاره اول په افغانستان کې ملي اجماع راولو، بیا نو منطقوي اجماع اسانه ده. شما یک دیپلمات کارکشته هم هستین، سابقه کاری هم دارین در بخش دیپلماسی. آیا سیاست خارجی افغانستان، حکومت وحدت ملی مشخص در 5 سال گذشته گونه ای بوده که ما کشورهای منطقه و جهان قناعت بدیم که صلح در افغانستان به نفعشان است، نه اینکه افغانستان بدل شود به میدان رقابت میانشان؟ اگر می توانستیم که قناعت بدیم به اینجا نمی رسیدیم. نتوانستیم. از شروع اگر شما باید داشته باشین وقتی پالیسی خارجه افغانستان بعد از انتقال قدرت اعلان شد، عکس العمل را نشان داده باز کشورها و او رقم پالیسی که در قبال کشور همسایه اعلان میشه بدون از اینکه مشوره ملی افغانستان گرفته شود، متخصصین گرفته شود، کشورهای بودن که با افغانستان بسیار علاقه نزدیک داشتن و دارن، کمک های بسیار زیاد میکردن، اما در بین 5 حلقه که اعلان شده او کشورهای نزدیک به طور مثال که در حلقه اول می بود با اساس کمک به افغانستان میکرد، او را در حلقه پنجم انداخته بودن. لحاظا این قسم پالیسی تاکتیکی مقطعی که ثبات نداشتن ما را به اینجا رسانده که حالا کشورهای منطقه سر ما اعتماد نمیکنن. افغانستان باید یک سیاست ثابت داشته باشه که دوستایی که استراتژیک نام دادیم اونا را واقعا استراتژیک بسازیم، نساختیم. ما یک کشور نزدیک به یک کشور نزدیک میشیم، قرارداد استراتژیک رو امضا میکنیم، سبا میگن دشمن ماستی. این رقم سیاست سیاست‌های مقطعی و واکنشی. پاکستان منزوی شده از دید شما با توجه به رفتن عمران خان و تحویلگیری پاکستان از طرف امریکا و صحبت‌های آقای ترامپ هم شما حتما شنیدید؟ در یک مرحله به اوج رسیده بود. در یک مرحله. اما متاسفانه حال وضعیت طوری است که پاکستان باز در منطقه و خصوصا در اوضاع کنونی که در افغانستان داریم زیادتر بازی نفوذ پیدا کرده سر کشورهای کلان به شمول امریکا که ما میگیم که این زنگ خطر است برای افغانستان. بعد سیاسون افغانستان همشان به دلیل این رقم حالت باید یک بار به هم یک اراده واقعی برای جور آمد افغانستان داشته باشند. آقای سفیر، واشنگتن براستی چی زبان کوتاه نزد پاکستان داره که در سالهای بسیار دراز نتونسته ازش دل بکنه؟
خب هر کشور باید تلاش بکنه که با کشورهای کلان خود رابط خود بسازه. هیچ شورایشی که افغانستان نیست. امریکا منافع خود داره. وقتی ما نتوانستیم که منافعی که با هم یکسان باشه با هم کمک بکنه، نتوانستیم که وحدت به وجود بیاریم، کشورهای دیگه کوشش کردن. ممنون. لذا ما ناکام ماندیم در رابطه با این که کشورهای کلان منطقه و جهان قانع بسازیم که با هم کمک کنیم، همکاری کنیم. امروز میبینیم که کشورهایی که هم به دشمنی با افغانستان میکنه هم با امریکا میکنه. ممنون آقای سفیر. اونا با امریکا جور آمدن. ممنون آقای سفیر و ادامه این ویژه برنامه تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید آقای عبدالی. اگر یک جنبندی بکنیم بخش اول برنامه را که صلح بود و گفتگوهای صلح و چالش هایی که فرارای روان وجود داره، بیاین بگوین که به شما باعث نه یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری، باعث یک شهروند افغانستان، صلح اولویت داره یا انتخابات؟ بدون شک صلح، اما یک صلح با عزت، صلح پایدار. در صلح که باز انتخابات داشته باشیم که فرد افغانستان سرنوشت خود به دست بگیره، نه صلح به این شکلی که قربانی انتخابات شد و یا قربانی یا انتخابات قربانی صلح شد. یعنی شما چی نوع یک صلحی را میخواین یا به دنبالش هستین یا مردم افغانستان باید به دنبالش باشن؟ خب صلحی که شرایطش معلوم است، صلحی که مردم افغانستان بار دیگه با یک بحران نره که یک جنگ نوه بعد از اینکه گفته میشه که صلح میهن که شرایطش معلوم نه، افغانا وضعیت کلی که باید داده میشد امروز نداره، باید احتیاط کنیم که صلح نپذیریم که به نام باشه. یعنی پایان کامل جنگ خشونت در افغانستان؟ طبعا طبعا. ولی سکاندار صلح که فعلا امریکاست، نماینده ویژهش گفت که صلح با طالبا یک صلح نسبی است. پس ما تهدیدهای دیگری هم داریم در افغانستان پس از صلح که داعش و گروه های دیگری که در افغانستان فعالیت دارند. افغانستان وقتی که به صلح برسه با طالبا سود خواهد کرد یا زیان خواهد دید؟ طبیعی است که دنجا اراده مهم است. اگر اراده باشه برای صلح از هر دو طرف، طبیعی است که تنها صلح با طالب شاید جنگ ختم نیاد نباد، برای از این که کاملا در افغانستان صلح بیه. بله. اما یک گروهی که بستر برای گروه های دیگه شده در افغانستان، فکر میکنم که خوب است که اول صلح از طالبا آغاز شد. اما گروه های دیگه موجود در افغانستان، اما با طالبا یک صلح باشه که واقعا هم آزادی کامل طالب داشته باشه که به افغانستان صلح میکنن، و هم از این طرف که صلح با طالب میکنن کاملا اراده داشته باشه و مستقل باشه. آیا روحیه همدیگر پذیری را شما در طالبا میبینین آقای عبدالی؟ طالب 19 سال گذشته است یا یک طالب نو و تازه و با مد روز تقریبا ما داریم؟ خب طالب پیشتر گفتم که اول خود طالب کلش یک گروهی که به یک شکل تعریف کنیم فکر نکنیم که وجود داره. طالب های هستن که سیاست میکنن، طالب هستن که در کوه میجنگن. اگر به این شکلی تعریف بکنیم که کسایی که در قطر مذاکره میکنه وعده داده که خشونت در افغانستان پایین میشه، جنگ خصوصا در مقابل کاهش پیدا میکنه، اما دیدیم که در افغانستان جنگ ادامه داشت. به این معنی است که طالب یک گروهی که به هم منسجم باشه، اطاعت کامل یکدیگر داشته باشه نداریم. لذا گروه های هستن که شاید یک به طرف یک طرف باشه، دیگه به طرف دیگه طرف باشه. و ما شما میبینید منطقه کشورهایی که امروز خودشون اعلان میکنه، مسکو خودشون اعلان میکنه که ما با طالب تماس داریم، ایران از اون طرف اعلان میکنه، پاکستان خب بدون شک خانهشان است. لذا وقتی این رقم طالبا تیتو پاش باشه، به معنی که صلح با طالب فکر نکنون که کاملا ما را به یک ارزوی برسانه که مردم افغانستان داره. یعنی یک بخشی از جنگجویان طالب تفنگ بر زمین نخواهند گذاشت؟ امکان داره. ما اول میگیم که
وقتی از صلح صحبت میکنیم، از آتش بس صحبت میکنیم، بعد سر از این صحبت کنیم که تفنگ کجا میره، تفنگ که مردم به دست داره. اگر آتش بس طوری باشه که تفنگ به دست طالب ها ببانه، این ممکن است که اگر اونا به ارزو نرسه پس تفنگ بالا کنه. یعنی همزمان با آتش بسی که در افغانستان صورت میگیره، بعد در مورد از این که تفنگ طالب یا کسی که به او صلح میشه تفنگ از او چی میشه؟ یعنی ممکن است که این رقم آتش بسی که او زمانت های وجود نداشته باشه که تفنگ هم به زمین گذاشته میشه، اگر او نباشه ممکن است که باز جنگ در افغانستان باشه. خب باعث پرسش آخر در بخش صلح و گفتگوهای صلح، آقای سفیر، امریکا پس از 19 سال و هزینه میلیاردها دلار در افغانستان و رقم زدن یک جنگ طولانی در تاریخ امریکا، داره افغانستان با مسئولیت رها میکنه یا اینکه بدون مسئولیت و تنها به دنبال یک خروج است که افغانستان پیامدش برای افغانستان زیانبار خواهد بود؟ خب متاسفانه دیدگاهشان که چند وقت پیش از خروج آغاز شده، فکر میکنم که نقص کرده، مورال طرف مقابل بالا برده. اما امروز ما بعض وقتا میشنم که اینا به دنبال خروج تنها نیستن، به دنبال صلح هستن. باید همونطور از اول میبودن. امروز هم باید اگر صلح واقعا باشه باید ثابت بسازن که دینجا هدف صلح هست نه خروج. و خروج غیر مسئولانه را طبعا نتیجه میباشن که در افغانستان پس شد جنگ به و خود امریکا مجبور بیشه که یک وقت دیگه باز اونو قسم حدیثه که در 2001 رخ داده اونو رقم حدیثه شاید بدتر از اون حدیثه رو برو شوه. لحاظه این غیر مسئولانه خروجه که بعض تشویش دارن صورت نگره، بعد اینا محتاطانه در مورد صلح پیش بره نه سر خروج از اکیر خود صحبت کنه. بسیار خوب، ممنون. آقای سفیر بیاین که بریم به طرف انتخابات. کمتر از 3 ماه دیگه مانده به برگزاری انتخابات 6 میزان و 3-4 روز دیگه هم داریم تا آغاز پیکارهای انتخاباتی. آیا شما از برگزاری انتخابات اطمینان کامل دارین که در 6 میزان ما بریم به طرف صندوقهای رای؟ سموش خود ارزو ده، ولی ارزو اطمینان نیست، اما اطمینان کامل نلرو. به دی خاطر چی هغه آمادگی چی بعد واینن فکر نکم چه آمادگی وی او د حکومت موقف او د چې د سولې او د انتخابات پروسه همزمان یو ځای مخته روانې دي، خلک ډېر ساړه کړي دي، خلکو ته تشویش ده چې کومه پروسه به مخکې. لحاظ زه ومه چې د دې دوو پروسو په منځ کې تفکیک باید ډېر عاجل وسي. دا چې د سپتمبر تاریخ اول تاریخ یې ټاکل وي، فکر کوم دا ډېر ناوخته دی. کله چې اول سپتمبر یې اول د 15 شپې انتخاباته پاتې او بیا د سولې انتخابات په منځ کې فیصله کیږي، دا فکر کوم چې ډېر ناوخته دی. باید حکومت فشار راوړي چې د دې دوو پروسو په منځ کې تفکیک ډېر ژر رامنځته کړي، وضاحت ورکړي چې کومو پروسو مخکې وي. که خدای نخواسته موږ داسې وخت، بله، حکومت گفته که اولویتش انتخابات است، حالا امروز پروسه صلح که پیش میرن حکومت ای را حمایه کردن و تاریخ اولی که انتخاب کرده، فکر نکنم که حکومت مخالفت کرده باشه. یا یعنی فکر میکنم که وقت پشتیبانی هم کرده از اول سپتامبر که از طرف امریکایی ها تعیین شده برای رسیدن یا آغاز گفتگوهای رسمی یا دقل. خب فعلا طور معلوم میشه اگر صلح نتیجه بیت انتخابات میمانه شاید تاخیر شود. اگر این رقم وضاحت امروز نبیه فکر نمیکنم که در وقتی که ما 25 روز داشته باشیم به سود وطن باشه، به مملکت ما باشه، به خاطر در وقت کمپین ها تقریبا به آخر میرسه. بله، باید امروز وضاحت داشته باشیم که کدام پروسه پیش میشه. اگر صلح پیش میشه طبیعی که هم مردم افغانستان صلح میخواه و ما آرزوی صلح داریم، تمام تمرکز ما باید صلح بکنیم. اگر انتخابات باشه و انتخابات از امروز متوقف شوه کارهایش، هدف شما است اگر به صلح میرسیم باید انتخابات در همین جا توقف بده. این ابهامی که امروز وجود داره ای بسیار تاثیر داره سر اذهان مردم افغانستان. باورمندی کم شده به خاطر اینکه خبر نمیفهمن که کدام پروسه پیش ختم میشه. لازم مهم است که بین دو پروسه وضاحت وجود بیاید که مردم افغانستان انتخاب داشته باشه، که اونا انتظار صلح دارن، انتظار انتخابات دارن. آقای سفیر، واقعا صلاحیت برگزاری انتخابات در دست کیست؟ افغانستان یا کشورهای دیگه بر رهبری امریکا؟
خب متاسفانه امروز وضعیت افغانستان طوری است که قیوداتی که سری حکومت افغانستان اگر وضع شوه طبیعی است که پروسه انتخابات ما زیر تاثیر میبره. جامعه جهانی ناظرین هستن، اما در اصل بعد حکومت و مردم افغانستان در رهبریش باشن، بعد انتخابات داشته باشیم که به دست ما باشه. ما تجربه تلخ انتخابات گذشته داریم. مردم افغانستان دیگه تحمل یک حکومتی که مصلحت با مصلحت وجود بیاد دیگه ندارن. هدف سوال است که آیا این صلاحیت در دست افغانستان است که بگویه خب پس فردا میریم به طرف انتخابات و تاریخ تعیین شده از طرف کمیسیون برگشت ناپذیر باشه، یا ای که اولویت واشنگتن که صلح است او برتری خواهد داشت یا داره بر انتخابات؟ کاش امیر کم حکومتی می داشتیم که این موقفی که در انتخابات می گرفت عملی میتونست که عملی بکنه، اما متاسفانه حکومتی دارن که پیشترم گفتن که در بین خود صلح ندارن. یک طرفش انتخابات حمایت میکنه، دیگر طرف شاید صلح دیگر زیادتر حمایت بکنه. وقتی این رقم حالت باشه طبیعی که او تاثیری که یک حکومت که به رهبری یک شخص می باشه او تاثیر نخواهد داشت در پروسه ای که انتخاب دست خود بکنه. بسیار تشکر سفیر صاحب. میریم به طرف پرسش های دوستا. کسایی که اگر پرسش داشته باشن بفرمایید. شما با وجود تجارب تلخی که شما از انتخابات دارید و افغانستانی که امروز در منجنیق قرار داره، با کدام امید و تضمین شما وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شدید از یک طرف، و از طرف دیگر توده مردم که کاملا ناامید هستن از انتخابات و اصلا اعتماد کامل ندارن بالا انتخابات، چگونه بر اونا اعتماد باز اعاده شده میتونه که اونا باز با یک کمال میل اشتراک بکنند پای صندوقهای رای؟ ممنون. تشکر. با شما سوال داشتین تیموری صاحب. شما اگر مایک اگر برسه بردان بفرمایید. بسیار تشکر. عبدالی صاحب، شما نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستین، آیا حاضر هستین از نامزدی خود بگذرین و بگین که باید به روند صلح اولویت داده بشه، مانند یک تعدادی از افراد که پیش از نامزدی در انتخاباتی کار کردن؟ تشکر. سلامت. سوال دیگه شما بفرمایید. تشکر. جناب عبدالله صاحب، سوال من است که شما سوال داشتین یک بار، دوست ما سوال کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالبشیر هستم. البته در این روزا سر و صدای هست از طرف رهبری بعضی از بعضی رهبری کمیسیون انتخابات و همچنان سیاسونی ما که از طرف این حکومت مداخلات وجود داره. آیا به نظر شما مداخله حکومت میگینه یا یک توطئه از طرف کمیسیون؟ خب سه پرسش داشتیم، یک پرسش هم از آخر میگیریم. بعد شما، اول دوست ما پرسان کنن بعد شما. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضی سلام و ادب. کرامت الله کرامت هستم، یکی از دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه کاردان. جناب عبدالی صاحب، سوال ما مربوط شماست. جناب رئیس جمهور غنی در طول 5 سال حکومتشان همه کارهایشان برنامه‌هایشان به شکل دیکتاتوری بوده، غافلا هم سر صدا در بعضی از رسانه ها و موضوعگیری های احزاب سیاسی بوده که در برنامه های کمیسیون مستقل انتخابات مداخله میکند. اگر کارهای دیکتاتوری خود را بکند و همون برنامه‌ای که خودشان دارد برنامه خود را انجام بدهد، موضوعگیری های شما در قبال رئیس جمهور غنی و یا کمیسیون مستقل انتخابات چی خواهد بود؟ بخیر باشید. شما برادر. با عرض سلام و ادب خدمت تمام حاضرین در تالار و جناب عبدالی صاحب. ایمان صافی هستم، مسئول یکی از کمیته های حمایت از جوانان برتر در کابل. سوالی که متوجه عبدالی صاحب میشه یک سوال است که دو بود داره. بود اول ازی است که چی انگیزه باعث شد که شما وارد پروسه تاریخ ساز در کشور، یعنی به انتخابات ریاست جمهوری وارد شدین، و بود دومش همی است که تغییرات عمده و مثبتی که شما در 5 سال آینده حکومت خود در نظر دارین که فعلا در حکومت آقای غنی دیده نمی شود چی است که با ما شریک بسازین و در میان بگذارین؟ سلامت. کافی است پرسش ها 5 پرسش گرفتیم سفیر صاحب، اگر یادداشت شده حتما پیش شما انشاءالله کوشش میکنیم. کدام امید برای انتخابات شفاف داشته باشیم؟ واقعا خودم تشویش دارم،
چون کسی نیستم که با اساس یک معامله وارد سیاست شده باشم که با کسای معامله کنم که همیشه با اساس معامله با چوکی خود رساندن. مطلقا وقتی مستقل میگم مستقل هستم که هیچ نوع امید دیگه غیر از اینکه از مردم عام افغانستان داشته باشم ندارم. لذا ما یک شخصی که به این شکل سیاست خود آغاز کنم تشویش دارم، به خاطر که امروز فضا طوری است. شما تیم ها را میبینید که ساخته شده، شما ثبت کلماتم شنیدین که بعضی پیش در پیش نظامم تقسیم کرده بین خود، همش کابینه حتی تا ولسوالی هم تقسیم شده. وقتی این قسم کاندیداها باشه طبیعی است که ما برای کسی که تمام توقع امید مثل مردم عام افغانستان باشه باید تشویش داشته باشه. دو، مردم افغانستان طبعا اعتماد امروز سر پروسه انتخابات نداره. ما میگیم که بیاین یک سیاست که روی اعتماد باشه آغاز کنیم در مملکت. مردم افغانستان همیشه ابزار سیاست کسایی شدن که امروز اونو مردم اعتبار سر پروسه انتخابات از دست داده. باید یک سیاست داشته باشیم که مردم افغانستان وقتی قربانی میتی امتیازش به اون مردم باره که در مملکت زندگی میکنه با قربانی میتی. امروز قربانی ما میتیم امتیازش به دیگران میره. لحاظ مردم باید اعتماد سر پروسه داشته باشه که از درون مملکت باشه با استوار سکوده مملکت نباشه که انتظارش داره. دوم، اگر صلح بیا که از این انتخابات بگذرم، ما میگم که اگر ما بفهمم و ما شرطی باشه که در افغانستان صلح بیا شما از سیاست بیخی خداحافظی کنین، ما امروز میگم که اون امروز ما از سیاست برای ابد خداحافظی میکنم. اگر به این باشه که در افغانستان صلح بیا کاندیدی چی؟ ما امروز که در این مبارزه هستم برای زندگی کردن هستم دینجا. وقتی زندگی نباشه در این مملکت انتخابات چی میکنه کس؟ برای صلح مردم افغانستان از هر نوع قربانی آماده هستم. سوم، سوال سوم، پنج سوال بود؟ سوال سوم، بله. مداخله حکومت انتخابات آشکار است، میبینین؟ بعد از اول جوزا کوشش کردیم که حکومت قانونی بسازیم که حداقل بعد از اول جوزا مقرره هایی که در ولایت و در کابینه شده نکنین، اما کردن. وقتی ایره که مداخله در حکومت در انتخابات و در روند انتخابات بکنه طبعا مردم افغانستان امید میشن و باید حکومت متوجه باشن که این حکومت هایی که با اساس توافق نامه می با اساس مصلحت می فکر نکنن بعضی مردم افغانستان دیگر رو قبول کنن. پیش مردم قبول کرده به خاطر که وعده ها به مردم داده شده که ما وحدت ملی را می خواهیم، نامش ماندن، اما در نتیجه در بین مردم نفاق آوردن. بعد از یک حکومتی که باز به مصلحت بیاد دیگه مردم قبول نداره، حکومت باید توقع از این نداشته باشه. چهارم، پس همون مداخله بود. چهارم، پنجم، سوال پنجم، چه انگیزه خودم شخصا وقت برتم بگم که هیچ علاقه در یک قدرت و در چوکی نه در زندگی داشت و نه در مرحله‌ای که شامل سیاست شدم نداشتم و نه برای ازی آمدم دینجا. واقعا برتم بگم که ما یک و نیم سال مقامت کردم که در سیاست درایم. دوست هایی که دی 18 سال امرای ما یک جا بودن اونا ما را مجبور کردن که بیان دی مملکت بیان که یک سیاست آغاز بکنیم که از مردم باشه، نه سیاستی که میراثی باشه قومی باشه در افغانستان که تا ابد خود قوم کلان بدانه، تا ابد میراث سیاست خود برای خود تعریف کنه که در افغانستان باید تراده ببنه. علیه او رقم سیاست یک انگیزه برای خودم پیدا شده که بیان دی مردم دی مملکت یک تحول بزرگ دی 18 سال آمده. ما میگم که در این مملکت تغییراتی که در 18 سال آمده به هیچ چیز خوش نیستم، چی سرک باشه چی شفخانه چی دیگه، مگم به این خوش هستم که در این مملکت در 18 سال یک قشر به وجود آمده و خصوصا نسل جوان است که 75% از امروز مملکت خودشان الحمدلله کلشان اکثرشان تحصیل کردن. و در جایی که خودم در هند بودم در 6.5 سال تقریبا 61,000 جوان فارغ داشتم از اونجا. ما افتخار میکردم که هر روز روز خوشی می بود که یک مسیر رو بر می شدم. به او امید مملکت آمدم و انگیزم اینمی تغییر است که بعد سر ازی تغییر بعد مملکت یک تغییر یک سیاست تغییر بریم که در او سیاست مردم افغانستان ابزار کسای نشون که امروز شدن. پایان یافت. آقای سفیر، وقتی که شما به جمع 17 نامزد دیگر کمیشنران تازه کمیسیون انتخابات انتخاب کردین در یک رای گیری، چرا نباید اعتماد داشته باشین بالای کمیشنرهای تازه و چی چیزی شما را نگران ساخته واقعا؟ متاسفانه این مداخله که در ادارات میشه
و ادارات زیر شعا میرن مجبوریت ها پیدا میشه که اونا نمیتونن که بعد که او رقم انتخابات شفاف برگزار کنه که ارادهش دارن امروز پیدا تا وضع میکنه. ما خبر میشم از کمیسون کسایی که از درون کمیسون معرفی میشه که تعیین شوه رد میشه، کسایی که از بیرون میشه اونا قبول میشه از طرف حکومت. طبعا چون کمیسیون سایه داری داخل ما یک حکومت دو سره داخل کدام داخل کدام ذل حکومت بیشتر مداخله داره آقای عبدالله؟ کوشش هر دویشان دارن، هر دویشان با همین دلیل امروز ما شما به یک حالت هستیم که هر دویشان در بین خود جنگ دارن و کتابا ما شما شدیم. هر کدامشان کوشش میکنه که داخل نفوذ داشته باشه. در انتخابات گذشته شما یاد داشتین کمیسیون مستقل انتخابات از رئیس جمهور بود، شکایت از رئیس عبدالله بود و امروز هم عین کوشش هر تیم داره که در داخل این کمیسیون ها نفوذ بکنن که باز یک انتخابات مناسب بکنن که چقدر به این تلاش ها موفق شدن. خود تا به حال کوشش نهایی میکنن اما ما میگم که به نقصان است. مردم افغانستان و کاندیدار را مجبور بینه کنه که انتخابات را بایکاټ کنن. اگر به این رقم پیش برن و 100% اطمینان برای خود بگیره که ما باید برنده شویم و باشیم، اگر به این ذهن پیش بره، ما میگم که زمینه سازی یک بحران خود نشان نکنن، زمینه سازی نکنه که کاندیدا همیشان بشنه که دیگه ای رقم مهندسی کردین ضرورت بینید که انتخابات دایر شوه ادامه بدین. یعنی شما گزینه تحریم انتخابات هم روی میز دارین؟ ما فکر میکنم که با تنهایی یا با جمعی است. ما اوضاع را طوری میبینیم، دیگرها خو وقت اعلانم کردن اما من شخصا خودم علاقه مندی با یک سیاست ندارم که فقط خودم مطرح باشم. شما دمی اش ما دیدین مرا مات موقفی داشتم که همیشه با اساس منافع ملی افغانستان بود. اگر انتخابات طوری باشه که منافع ملی افغانستان رو صدمه میبینه شاید صدا علیهش بلند بکنم. لذا ما انتظار ازیر داریم که یک پروسه را زمینه سازی کنه که در او پروسه همه ما اشتراک بکنیم، مردم افغانستان صادقانه و آزادانه برای انتخابات بکنن، نه که زمینه سازی برای بردی خود طوری بکنن که روز آخر همگی بشینن بگن که انتخابات خو پیشتر پیش مهندسی شده، ضرورت به انتخابات رفتن چی است؟ این توقع دارم که این کار حکومت نکنه. حالا ما آماده هستیم برای انتخابات، میخوایم که مردم افغانستان در انتخابات اشتراک بکنن اما زمینه سازی طوری نکنه که مردم افغانستان خودشان بگه که در انتخابات اشتراک نمیکنیم. حکومت خب اعلام کرده که تقرری ها تا پس از انتخابات متوقف شده، آیا کافی است، بسنده است یا قابل قبول است به شما یا تقرری هایی که از پیش شده دیگر کار از کار گذشته؟ حالا کار خود کرده. چند روز پیش فیفا آمده، ما در روز اول ما حفظ نظام میخوایم، ما نمیخوایم که به قیمت نظام حکومت چپا کنیم. در روز اولی که بعد از اول جوزا خودم پیشنهاد کردم که کمیسیون برگزار بکنیم که کمیسیون نظارت کارکرد حکومت بعد از اول جوزا تا به انتخابات بکنن. جدی که نشد، که نشد و این مقرره ادامه داشت تا به دیروز پریروز که اعلان کرده که بعضی مقرری بند. حالا خو کار کردین دیگه چه فایده؟ امروز اگر مقرری دیگه نکنن وقت تغییرات در کابینه آمدن، در ولایت ها آمدن، در پلیس آمدن. لذا ای فکر میکنم که اعتماد مردم دیگه هم کاهش داده و سری پروسه انتخابات و باید این کار نمیکردن. بسیار خوب. کارهایی که در کمیسیون انجام شده، کارهای خانگی اعضای تازه کمیسیون، مثلا اصلاح فهرست رای دهنده ها یا آمادگی برای برگزاری انتخابات و خریداری دستگاه های شناخت بایومتریک و تهیه بودجه و کارهای دیگر، آیا از دید شما تا فعلا قناعت بخش بوده یا ای که اونا حتی در کارهای درونیشان هم ناکام بودن؟ اول خوب پروسه تقویتی، ثبت تقویتی را که پیش بردن توقع از می رفت که 1 میلیون نفر بعد اشتراک بکنه اما او معلومات و او برنامه‌های که بر مردم افغانستان بعد می داشتن که آگاهی آمه بود او را نکردن. شاید 2.5 لک نفر ثبت نام کردن. به معنی که پروسه تقویتی به این شکل پیش رفته. ولی ما یک فهرست فربه گذشته داریم که اگر اصلاح نشوه باوری است که باز یک فاجعه خواهد بود. طبیعی است حال ثبت نامی که از انتخابات گذشته داریم میگه 9 میلیون گفته میشه. و ما از منابع مختلفی که میشنیدیم که شاید نصف از این جهل باشه، خیالی باشه، خیالی باشه. ام امروز او را تثبیت کرده که نه درست است. لازم شاید بسازیت وجود داره. ما شنای بایومتریک در انتخابات گذشته پارلمان
کسایی که روی سر ماشین موظف بودن ماشین نمیفهمی که چه قسم بیچلانه ماشین های بایومتریک. امروز اگر اینا باز با همین شکل انتخابات پیش ببره این معنی است که ماشین هایی که میخرن شاید با همین شکل نتیجه انتخابات داشته باشیم که در پارلمان داشتیم. بسیار خوب. حکومت برای اولین بار بخشی از بودجه انتخابات، بخش بزرگی از بودجه انتخابات را میپردازه. آیا اراده واقعی را شما میبینین در دو رهبر حکومت وحدت ملی که به طرف انتخابات واقعا دارن میرن، یا به گفته شما یک استفاده ابزاری دارن داره میشه از انتخابات با تمام کاستی هایی که در آمادگی ها هستن؟ این خوب است، ما باید تمام پروسه ها با بودجه خود پیش ببریم. ما خوش هستم که افغانستان باید همه پروسه ملی به دست خود مطلق بگیره، دست خارجات دی کوتاه بکنه، اما نه که در داخل بودجه مصرف کنه برای برد خود. این کار باید نکنه. که شما چنین فکر میکنین؟ من پیشتر گفتم که در 8 ماه گذشته که در انتخابات پروسه آغاز شده تا به امروز مداخله در امور همه مسائل به شمول مقرره هایی که شکل انتخاباتی داشتن، پروژه هایی که در ولایت افتتاح شده شکل انتخاباتی داشتن تا به امروز دامه داره. آقای شهید محمد عبدالی نامزد انتخابات ریاست جمهوری، بسیار تشکر که به استودیوی طلوع نیوز آمدید. و دوستای عزیز از شما هم بسیار تشکر که در اینجا حضور داشتین. بیننده های عزیز از شما هم که ما را تا این دم همراهی کردید. وقت بخیر، خدا نگهدار.